یکی از کارهایی که من توی زندگی حرفه‌ای خودم انجام دادم و توضیحش شاید مفید باشه اینه که یه پژوهش‌های ملی کاربردی من انجام دادم که همش این تقریبا میشه گفت همش از یک اهمیت بالایی برخوردار بوده. مثلا یکی از کارهایی که همینجا تو همین دانشکده من مسئولیت رو داشتم و انجام دادم سال 1300 و حالا نیمه دوم 79 بعد 80 و حالا تا نیمه اول 81 تدوین استراتژی توسعه صنعتی کشور که به صورت یه پروژه ای از وزارت صنایع به من واگذار شد و من هم همینجا تو همین اتاقی که اونجا جلساتش برگزار میشد و تیمای مطالعاتی متعددی کار میکردن توی این پروژه و خب این یه سند مهمیه برای هر کشوری که تهیه میشه و نکته مهمم این بود که این اولین تمرین نوشتن استراتژی توسعه صنعتی برای ایران بود. اینطور نیست که بگیم قبلا مثلا یه بار حداقل این کار شده باشه، بنابراین یک کار تجربه نشده ای بود که میخواست انجام بشه و اینم که این کار به یه دانشگاهی سپرده بشه که بخواد انجام بده، باز اینم خودش خیلی زیاد سابقه نداره. معمولا وزارتخونه های درگیر این کار رو انجام میده، در حالی که خب برای ما اینجا این بود که وزارت صنایع سفارش دهنده کار بود و من خودم چون میخواستم همه کارام تو دانشگاه انجام بشه این شرط رو گذاشتم که به شرطی من قبول میکنم که کار به دانشگاه سپرده بشه، منم تو دانشگاه این کار رو انجام میدم. بنابراین یکی از تجربیاتی که من خیلی بهش علاقه دارم و هنوزم اون کاری که اون موقع انجام شده بهش ارجاع داده میشه و مأخذ خوبی شد برای محتوای توسعه صنعتی. و حالا یه موج بزرگی هم تو جامعه، تو حالا جامعه که میگم منظورم مثلا افراد دانشگاهی و تصمیم گیرنده و سیاسیون و نمیدونم اینا، حول این سندی که ما تهیه کردیم یه موج خیلی بزرگی شکل گرفت. علتش هم این بود که اونجا ما حالا در اون کتابی که برای این کار انتشار پیدا کرد نوشته بودیم که اصلی ترین عاملی که سرنوشت صنعتی شدن یک کشوری رو تعیین میکنه نحوه ارتباطش با دنیاست. بنابراین خیلی مهمه که شما بتونید از ظرفیت هایی که توی دنیا هست استفاده بکنید و بنابراین برونگرا بودن یا درونگرا بودن اون نقطه اصلی و اولی است، یعنی اینکه شما کدام یکی از این دوتا هستید. و خیلی اون حالا چون یه جلد کتاب خلاصه مطالعات استراتژی توسعه صنعتی سال 1382 انتشار پیدا کرد و 9 تا جلد کتاب پشتیبانم انتشار پیدا کرد، در مجموع شد 10 جلد. بله و خب یه سند خیلی جالب و خیلی به نظر من پرمحتوایی که هم اصالت علمی داشت هم خیلی کاربردی بود. و خب اون کار اون موقع خیلی سر صدا ایجاد کرد به اصطلاح، و سر صدا ایجاد کردنش هم به خاطر این بود که ما یه متن علمی تهیه کرده بودیم ولی خیلی صریح بود، یعنی اون جایی که به جنبندی رسیده بودیم که مثلا فلان کار اشتباهه و این باید انجام بشه دیگه تو تعارفات و اینا نگذاشته بودیم. یه سند خیلی صریحی هست، الان هم بهش مراجعه بکنید ببینید خیلی چیزایی که اینجا خیلی با احتیاط گفته میشه با اینا
اونجا خیلی به صورت شفاف اینها بیان شده بود. البته منظورم اقتصاده دیگه، تو اقتصاده، ولی خب خیلی روی کرده که چی درسته چی نادرسته رو خیلی واضح گفته بود. بر صورت بنابراین یکی از کارهای مهمی که من تو زندگیم انجام دادم اینه که اولین سند استراتژی توسعه صنعتی رو مسئولیت رو داشتم و تدوین شده و همه هم بل اتفاق، چه اونایی که مخالف هستن چه اونایی که موافق هستن، همه اتفاق نظر دارن که یه سند منسجم و در واقع کاربردیه. منتها خب اونایی که مخالفن میگن خب این مثلا نباید اینجوری، این کاری که اینجا گفته نباید بشه. خب اونایی هم که موافقن میگن که همین باید بشه. یعنی سند خونسایی نیست و همه قبول دارن که یه سند با کیفیتی. پس این یه کاری بود که حالا من در زندگی حرفه‌ای خودم در حوزه پژوهش این کار رو انجام دادم. یه کار دیگه شرکت ملی نفت که خب بزرگترین شرکت دولتی ایران محسوب میشه، در واقع می‌خواست یه مستر پلنی برای شرکت نفت تهیه بکنه که باز من مسئولیت اون کار رو داشتم. یه شرکت مشاور خارجی البته انتخاب شد، من از سمت داخل ناظر اون کار بودم که با چه کیفیتی انجام بشه. باز اونم از این جهت که یک کاری بود که از ابتدای تأسیس شرکت ملی نفت تا اون موقع انجام نشده بود. یعنی یه شرکتی درست شده بود دیگه همینطور داشته کار خودش رو انجام میداد. این که شما یه بار نگاه کنید ببینید که این مسیری که داره میره کجا درسته کجا اشتباهه، چه تغییراتی باید درش داده بشه، توی اون کار انجام شد. دوباره یه مطالعه دیگه اینجا انجام دادیم، استراتژی گاز بود توی کشور. همینطور که میدونید گاز 70% انرژی ما رو گاز تشکیل میده، خیلی محصول خیلی خیلی مهمیه و حالا به هر صورت اونم یک کار مهمی بود که انجام شد. یک کار دیگری که ما انجام دادیم که حالا از اینجا به بعد دیگه من میرم توی قسمت بیرون دانشگاه، ما سال 1390 یک پروژه‌ای رو به من واگذار شد از طریق اتاق بازرگانی، اتاق تهران به من واگذار شد که انگار یک مثلا برنامه میان مدتی برای سیاست‌گذاری اقتصادی کشور تهیه بکنه. ذهنیت اونها برای اینکه این پروژه رو سفارش دادن این بود که در واقع اگر فرض رو بر این بگذاریم که حالا اون موقع این بحث بود، یعنی منظورم مربوط به اون سال دارم میگم، فرض رو بر این بگذاریم که بگن که خب حالا دیگه ما میخواییم خیلی عاقلانه و درست تصمیم بگیریم، فرض کنید که حالا یه چنین تصمیمی اتخاذ بشه که ما میخواییم خیلی علمی و درست و منطقی و اینها سیاست گذاری بکنیم توی کشور، آیا سندی وجود داره که به ما بگه چه کار باید بکنیم؟ حالا اون سال یادآوری میکنم که سال 1390 شروع تحریمای ما بود و خیلی آشفتگی تو اقتصادمون ایجاد شده بود. بنابراین این که میگم میگفتن فرض کنیم یه روزی میخوام بگن ما میخوایم عاقلانه اداره کنیم، منظورم اینه که خب برمیگرده به یه زمانی که خیلی اوضاع به هم ریخته بوده و در نتیجه از من خواستن که یه پلن میان مدت برای اقتصاد ایران تهیه بکنم که حالا میگفتن اگه دولت بعد از اون دولت یه دولت دیگری اومد که میخواست سیاست گذاری اقتصادی بکنه این بتونه به کمکش بره. اون مطالعه اینجا انجام شد و خیلی مطالعه خوبی شد. یعنی انگار من هر چی تجربه تو زندگیم داشتم توی اون کار خواستم یه جوری انعکاس بدم که مشکلات پیچیده کشور رو بشه اونجا دید که چطوری میتونه حل بشه. و خب اون مطالعه سال 1391، شاید مثلا اواسط 1391 یا شاید مثلا نیمه دوم 91 تموم شد و تحویل داده شد به اتاق تهران. خب سال 92 هم انتخابات ریاست جمهوری برگزار شد اینجا. اگر نمیدونم یادتون هست یا نه که انتخابات خیلی پرچالشی بود
و اون موضوعی که اونجا خیلی مردم رو حساس کرده بود که خیلی به انتخابات با حساسیت بالا نگاه بکنن این بود که ما سر موضوع انرژی هسته‌ای دیگه همه جور تحریم شده بودیم، پروندهمون رفته بود شورای امنیت، دیگه تو وضعیت خیلی خطرناکی قرار گرفته بودیم و حالا مباحث انتخابات ریاست جمهوری به این برمیگشت که میشه از این وضع بیرون آمد یا نه، یعنی برگردیم به یه شرایط نسبتاً نرمالی از نظر روابط با دنیا و این موضوع هسته‌ای از یه حالت، از یه چیزی که ما رو داره به سمت درگیری میبره جلو بتونه خارج بشه. آیا چنین کاری میشه کرد یا نه؟ خب ما سال 91 دیگه اوج تحریما بود، 92 در ادامه، بنابراین وقتی که سال 92 انتخابات ریاست جمهوری برگزار شد و نتایجش اعلام شد، در واقع اون موقع مردم تصور همه این بود که اون رویکردی که میخواد بره مسئله رو حل بکنه غلبه کرد بر اون رویکردی که میگه که ما باید همینجوری ادامه بدیم. خب پس بنابراین این خیلی یه موجی از یه استقبال خوبی ایجاد شد، شکل گرفت از اون نتایج انتخابات سال 92، از اینی که همه یه وحشتی داشتن که حالا نکنه جنگ بشه، مثلا مسائلی پیش بیاد، اون خب انگار که دیپلماسی قراره که مشکلات ما رو حل بکنه، یه چنین تلقی در جامعه شکل گرفت. خب حالا ما هم این گزارش رو تهیه کرده بودیم که اون گزارش که اینجا ما تهیه کرده بودیم این بود که اگر اون محدودیت های بین المللی قرار شد که به تدریج برداشته بشه، حالا راه حلایی که برای مسائل اقتصادی کشور وجود داره اولا چی هست، ثانیا چه کاری اول باید انجام بشه، چه کاری دوم، چه کاری سوم. بنابراین خیلی به طور مشخص داشت میگفت که چجوری از اون شرایط میشه بیرون آمد. حالا توی اون زمان وقتی که در واقع اون موقع آقای روحانی انتخاب شد سال 92 به عنوان رئیس جمهور، هنوز دولت قبل سر کار بود، ولی یک سری کمیته هایی اینا تشکیل دادن توی حالا اون جای موقتی که مستقر شده بودن که مثلا فرض کنید کشاورزی، اینایی که تو کشاورزی کار کرده بودن، صنعت، اونایی که تو صنعت کار کرده بودن و اینها، از من و یه سری افراد دیگه هم دعوت کردن تو حوزه اقتصاد کلان که بریم و اینا همه اونجا جلساتی برگزار میکردن که در واقع هدف این بود که بگن دولت جدید باید چه کار کنه، باید مثلا چه اولویت هایی رو دنبال بکنه و اینا. خب ما تو اون جلسات که میرفتیم، من این نتایج مطالعه‌ای که اینجا انجام داده بودیم رو که یه کار خیلی منسجمه، خیلی شسته رفته ای بود، بردم اونجا ارائه کردم و اون چیزی که اونجا ارائه شد خیلی دیدن، همه دیدن که خیلی خوب داره مشکلات انگار متمرکز شده، اولویت بندی کرده، بعد میگه از کجا شروع کنیم، به کجا برسیم و اینها. بنابراین اون سند تقریبا بدون هیچ گونه تغییر عمده‌ای در اون کمیته‌ای که برای اقتصاد کلان تهیه شد، تشکیل شده بود، اون سند به تصویب رسید و یه جورایی مبنای کار انگار می‌خواست قرار بگیره. و بنابراین یکی از شاید من میتونم بگم کارهای مهمی که من تو زندگیم انجام دادم این بود که سر یه بزنگاهی یک گزارشی ما اینجا تهیه کردیم، البته با پشتیبانی مالی اتاق، ولی این شد یک خروجی که اون خروجی خیلی به موقع تونست بره اونجا مطرح بشه و بتونه نکاتی رو طرح بکنه. و حالا چیزی جالبم این بود که ما توی اون گزارشی که تهیه کرده بودیم، با وجودی که هیچ، ما اینجا در واقع همه کسایی که درگیر انجام این کار بودیم اقتصادی بودیم، یعنی ما مثلا دانشی در زمینه روابط خارجی نداشتیم، نمیدونم خیلی چیزا رو ما نمیدونستیم، اونایی که مربوط سیاست میشد، من امور سیاسی میشد، ولی تو اقتصاد خب ما بالاخره سعی کرده بودیم کار با کیفیت خوبی انجام بشه. ولی حالا منظورم این قسمتشه که ما اون موقع پیش خودمون فرض کرده بودیم که اگر قرار شد که مثلا مشکلات مسائل هسته‌ای و اینا بخواد به سمت حلش بخواد
بره جلو قاعدتا یه دو سالی باید طول بکشه تا این یه دفعه این اتفاق نمیفته. بنابراین پیش بینی کرده بودیم تا سال 94 این شاید به نتیجه نرسه کار، بعد از 95 شروع بشه. خیلی جالب بود که خب همینجور هم شد عملا، یعنی خب تا برجام 94 دیه 94 به تصویب رسید که بخواد اجرا بشه و اینا. و بنابراین این خیلی با اون حرکت به سمت حل مسائل خارجی و اینا خیلی هماهنگ بود، یعنی انگار که این کار با اون کار با هم دیگه یه سازگاری درونی خودشون داشتن. منتها خب حالا اونجا من در یک سمتی من قرار داشتم که عنوانم بود مشاور در واقع اقتصادی رئیس جمهور. خب این سمت‌ها خیلی تعریف شده ای نیستن، یعنی هر کسی خب هر مسئولی، یه نفر رئیس سازمان برنامه است، یه نفر وزیر اقتصاد، یه نفر رئیس کل بانک مرکزی، یه نفر هم میگه منم مشاور اقتصادی رئیس جمهورم. این که نمیتونه به جای اون افراد بشینه، به جای اونا تصمیم بگیره. منتها خب این تعریف شده نبودن هم خوبه هم بده. در واقع بد بودنش به این بود که بیرون تو فضای بیرون اینجور تو رسانه ها تبلیغ میکردن که یعنی فلانی خلاصه هرچی میگه همون میشه، این سه تا وزارت، سه تا دستگاه اقتصادی، یعنی سازمان برنامه، وزارت اقتصاد و بانک مرکزی، اینا همه به تبع حرفایی که این میزنه خلاصه دارن مثلا این کارو میکنن اون کارو میکنن و اینا، که خب اصلا غیر واقعی بود. چنین سوپرمنی وجود نداره که مثلا بتونه اون بخواد به اینا بگه چه کار بکنه. ولی خوب بودنش به اینه که خب یه نفر هست که درگیر کارهای اجرایی نیست، میتونه حالا اون مواردی که به ذهنش میرسه رو منعکس بکنه. پس من در پوزیشن مشاور اقتصادی رئیس جمهور اومدم، مشغول به کار شدم، از دانشگاه من مأمور شدم که اونجا این کار رو انجام بدم. منتها اینجور سمت ها سمت های فردیه به عبارتی، یعنی یه نفر خودش از فقط توان شخص خودش استفاده میکنه در مشورت دادن، در واقع اینه دیگه کسی که مشاور. ولی من اون موقع در واقع مایل بودم که یه سازماندهی تحقیقاتی، یه سازماندهی پژوهشی بتونم ایجاد بکنم که مثل یه اتاق فکر اونجا بتونه کار بکنه. خب اونجا هم آمادگی بود که مثلا بخواد یه چنین نهادی درست بشه. منتها درست کردن یه نهادی از ابتدا خیلی کار سختی بود، تا میخواست بره تصویب بشه و نمیدونم اینا خیلی طول میکشید و تو دانشگاه هم نمیشد این کار کرد، چون دانشگاه خب رسالتش تعریف شده است که چیه. من به این نتیجه رسیدم که همون مؤسسه نیاوران رو که قبلا مسئولیتشو داشتم و اونجا هم یه مقداری کار آموزشی قبلا انجام داده بودم، شاید بهتر باشه که من برم همونجا، یعنی اونجا رو تبدیل به یه چنین نهادی بکنم، که خب همینجورم شد. یعنی من برگشتم دوباره شدم رئیس اون مؤسسه، و ولی این دفعه با این مأموریت که میخواد اونو تبدیل بکنه به یه نهاد فکری پژوهشی برای رئیس جمهور. و در نتیجه اونجا خب خیلی تحولات بزرگی اتفاق افتاد که اصلا بتونه چنین کاری رو انجام بده. اینکه چجوری گزارش های یه صفحه‌ای تهیه بکنن که رئیس جمهور فقط اونو بتونه بخونه، نه اینکه مثلا 30 صفحه 50 صفحه گزارش بذاره رو میز رئیس جمهور که معلومه فرصت نمیکنه اونو بخونه. بنابراین یک کارکردهای جدیدی رو اونجا ما تونستیم ایجاد بکنیم که خیلی به صورت راهبردی مؤسسه بتونه در خدمت اداره کشور باشه از نظر پژوهشی. و بنابراین در واقع اون این دوتا اتفاق با هم افتاد که من در موقعیت مشاور رئیس جمهور قرار گرفتم و رئیس اون مؤسسه که اونجا بشه یه بازوی فکری و پژوهشی، من مشکلات کشور رو تجزیه و تحلیل بکنه و بیاره بده به رئیس جمهور که حالا بخواد تصمیم گیری بکنه. این بنابراین میشه دور، یعنی از 1392 که شروع کردیم اینطوری رفتیم چلو. منتها خب یک مشکلی که وجود داشت این بود که اون سازمان‌های اصلی داشتن کار خودشونو می‌کردن، سازمان برنامه به خصوص، وزارت اقتصاد، بانک مرکزی. حالا اینجا هم درست شده بود که به
رئیس جمهور سرویس کارشناسی بده که چجوری اینا رو اداره بکنه. به تدریج من به این نتیجه رسیدم که خیلی خوب پیش نمیره، یعنی خیلی کار هماهنگ شدنش با اونا خیلی سخته، یعنی با اون سه تا نهاد دیگه خیلی کار سختیه و به خصوص اگه اونا هم خودشون هم خیلی تمایل نداشته باشن خیلی کار سخت میشه. در نتیجه یواش یواش من دیگه به سال 1395 و 96 که رسیدیم دیگه به این نتیجه رسیدم که انرژی زیادی که من دارم اونجا میگذارم خیلی کمتر از اون دارم نتیجه میگیرم و در نتیجه خیلی مثمر ثمر نیستم. عملا تلاش زیادی دارم میکنم ولی خب عملا خیلی فایده‌ای کارم نداره. این بود که دیگه سال شاید زمستان 1395 دیگه من جمع‌بندی میشد که دیگه کافیه دیگه، یعنی ادامه ندی. آخر اردیبهشت 96 انتخابات برگزار شد، انتخابات ریاست جمهوری برگزار شد و من دیگه خب جمع‌بندیم این بود که دیگه نمیخوام بمونم توی دولت و توی فعالیت هایی که میخوان انجام بدن، ولی خب من چون سر و کارم با رئیس جمهور بود، ایشون هم خودش خیلی مخالف بود که من نباشم بخوام بیام، بنابراین این همینجوری موند تا یه مقداری ما تا انتخابات برگزار شد چینش کابینه و نمیدونم اینا میخواست صورت بگیره که صورت گرفت. توی اون فضای انتخابات وزرا و نمیدونم مجموعه اینا، اینو من دیگه صراحتا گفتم که نمیخوام دیگه باشم و خلاصه یه مقداری طول کشید تا اینکه ما تونستیم به نتیجه برسیم که یعنی من بتونم بقبولونم که این نکته‌ای که من میگم، از چون میدونم بعضیا میخوان امتیاز بیشتر بگیرن، مثلا میگن استعفا میخوایم بدیم، مثلا دو تا اختیار جدید به من بدید، نمیدونم من تا اینو بتونم بقبولونم که منظورم اونا نیست، من چیز جدیدی نمیخوام بگیرم. به این نتیجه رسیدم که کار جلو نمیره. خلاصه دیگه این رسید به آذر 1396. دیگه من یه متنی نوشتم دادم به ایشون که بنا به این دلایل دیگه من نمیتونم بمونم. دوباره باز اون همینجوری طول کشید، باز هی ایشون هی فشار می آورد که دیگه ما تا فروردین 1397 دیگه تمام شد دیگه. در واقع دیگه من از 5 اردیبهشت 1397 دیگه تو این جلساتی که همیشه شرکت میکردیم، ستاد اقتصادی دولت و سایر موارد و اینها، دیگه من شرکت دیگه نکردم. ولی چون مؤسسه مسئولیت شد داشتم و هنوز فردی تعیین نشده بود به عنوان جایگزین من اونجا، اونجا چند ماهی باز ادامه پیدا کرد به عنوان مؤسسه، ولی نه دیگه به عنوان کسی که با دولت، یعنی تو اون پوزیشن با کار با رئیس جمهور دیگه. تا رسید به آذر 1397 که آقای دکتر نهاوندیان تعیین شد به جای من به عنوان رئیس مؤسسه، دیگه من اومدم دانشگاه. بنابراین از سال 1397 تا الان دیگه همین من تمام وقت دانشگاه هستم و همون کارهای به اصطلاح آموزش و پژوهش و اینا رو دارم انجام میدم. منتها با این تفاوت که اون سالهای قبل که من اینجا بودم خیلی بار کار رو دوش شخص خودم بود اینجا تو دانشگاه، به خاطر اینکه همراه نداشتم، ولی این سال 97 دیگه خیلی از این دانشجوهایی که اون موقع ما جذب کرده بودیم و خیلی دانشجوهای با استعداد و با توانی بودن از رشته های مثلا برق و مکانیک و کامپیوتر و غیره و اینا آمده بودن اینجا، درس خونده بودن، رفته بودن دکتراشون رو گرفته بودن، برگشتن اومدن همینجا استخدام شدن. یعنی الان من همکارام دانشجو، خیلی هاشون همون دانشجو سابق خودم هستن، ولی خب الان خیلی از خود من با سوادتر و خیلی با توان خیلی زیادی الان اینجا همکار ما هستن. ما تو جلسات گروه و جلسات دانشکده و اینا
نمیدونید این خیلی خیلی بیش از اونی که تصور بکنید لذت بخشه، چون آدم ببینه همون دانشجوی خودش تونستن این مسیر سخت رو طی بکنن و با کیفیت و استاندارد خیلی خوب رفتن بهترین دانشگاه دنیا درس خوندن، بعد برگشتن اومدن اینجا و الان دارن اینجا میرن سر کلاس رو دارن درس میدن و اینا. بنابراین خیلی واقعا یه گردش فعالیت جالبی انجام شده که یه روزی بوده که اینجا هیچی نبوده و امروز رسیده به اینجا که خب بالاخره از یک استحکام نسبی برخوردار هست به لحاظ کیفیت و کمیتش هم حالا بد نیست و یه دورم خودش رو امتحان کرده که یه حمله شدیدی بهش بشه و اینو بتونه حمله رو دفع بکنه، یعنی بتونه روپای خودش وایسه. از جاهایی که خیلی قدرت زیادی هم داشتن میخواستن اینجا رو تعطیل بکنن ولی بالاخره تونسته روپاش وایسه و بتونه خودش رو حفظ بکنه و اینها، و بنابراین این میشه به اصطلاح تا اینجایی که الان ما رسیدیم.